بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از خصوصیات امام حسین و کربلاش این که شهادت ایشون شهادت پروانوار عاشقانه بود و این بالاتر از مقام تسلیم و رضاست. گاهی انسان به یه مقامی رسیده است که راضی به همه مقدرات الهی است و تسلیم است در مقابل خدا، راضی است به مقدرات خدا. این مقام مقام بالایی است و به کسی نمیدهند به این زودی ها. مبارزه ها میخواهد، ریاضت های دینی میخواهد، گذشت و ایثار و فداکاری ها میخواهد و بالاخره بپیماید راه را، از این منزل به اون منزل، از اون منزل به اون منزل، تا برسد به مقام تسلیم و رضا. تسلیم باشد در اون چه مقدر اوست، راضی باشد در اون چه مقدر اوست، و راضی زبان، نه زبان با دل، دل با همه هویت در الطاف خفیه خدا، در الطاف جلیه خدا بگد الحمدلله رب العالمین. به این میگن مقام تسلیم و رضا. معلوم است همه ائمه طاهرین اهل بیت علیهم السلام این مقام تسلیم و رضا رو داشتند. اما در کربلا یه چیز دیگر هم بود، یعنی مثل پروانه و شمع. نمیدونم دیدید وقتی شمع روشن بشه پروانه میاد اطراف این شمع و خود را فدای این شمع میکنن، یعنی لذتش اینست که پای شمع از آتش شمع بسوزه، بالاترین لذتشه. به این میگوین مرگ عاشقانه و حسین علیه السلام راجع به خودش، راجع به فرزندانش، این حالت رو در کربلا پیدا کرده بود. ازا حاضر بود بچهش رو سر دست و وقتی که تیر سه شعبه میاد بگید خدایا چون برا توست آسانه. حاضر بود علی اکبر پاره پاره بشه، اما در اون وقتی که پاره پاره میشه بگید که خدایا چون برا توست آسانه. در گودال قتلگاه اون وضع بگید که، راوی میگه دیدم هرچه نزدیکتر میشه به مرگ برافروخته تر میشه. داماد حجله رفته است در قتلگاه. از خصوصیات امام حسینه، نداریم کسی، نداریم جایی اینجوری. مرگ را منقسم کردن به اقسامی، یعنی یکی مرگ عوامانه، نمیخواد بره، میبرندش و این خیلی بده،
و معمولا مردم اینجوره نمیخوان برن، میبرندشون. حالا گاهی میبرند و راسی بهشتس و راسی عالم برزخش خوبس، اما بالاخره میبرندش. به این میگن مرگ عوامانه. گاهی مرگ، مرگ عالمانه حکیمانه است. یعنی راسی نه گفتارش حذف کرده. این که مرگ یعنی کندن لباس کهنه ای، پوشیدن لباس نوعی. بالاخره میبینه که انتقال از این دنیا با این همه مشکلهاش، منتقل شدن با به اون آخرت با اون همه نعمتهاش، لذا عالمانه میره و دلش هم میخواد بره. در وقت مرگم مثل گلی که ببوید، مرگ را اینجوری میبوید. علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه به شاگردش مرحوم آقای جزائری گفته بود که یه گلی بهم دادن، بوییدم، مردم. که این مرگ، مرگ عالمانه، حکیمانه. خوشا به حال اون کسانی که اینجوری باشن، یعنی تو این دنیا راسی پابند رو کنده باشن، پرواز به اون عالم دانسته، فهمیده، و این که انتقال از یه نشأه به نشأه دیگر، از یه نشأه ظلمانی به یک نشأه نورانی. گاهی مرگ، مرگ عارفانه است، از قسم دوم بالاتر. همون که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که والله ابن ابی طالب آن سب الموت من الطفل الى ثدی امه. بچه چقدر علاقه به پستان مادر داره، من اینقدر علاقه به مرگ دارم، بیش از این. لذا وقتی که شمشیر به فرق مبارکش اومد، فرمود که فست و رب الکعبه، به خدا نه خلاص شدم، به مقام فوز رسیدم. و این رو بهش میگن مقام تسلیم، مقام رضا. و وقتی که راسی رسید به اونجا که دیگه مقام تسلیم و رضا، اون چه خدا میخواهد همون رو میخواهد. اما گاهی نه، مرگ عوامانه نیست، عالمانه نیست، حکیمانه نیست، عارفانه نیست. مرگ پروانه در مقابل شمعه. و کربلا چنین بود، اون که امتیاز امام حسینه، پروانه وار خودش را فدای دین خدا کرد، یا خودش را فدای خدا، فدای معشوق خودش کرد. ما به این مقام ها که درکش هم نمیتونیم بکنیم، اما باید در این چند روزه خدا را قسم بدیم، از خود امام حسین، از ولایت بخوایم که لااقل مرگ ما مرگ عالمانه باشه، یعنی راستی بخوان وقت مرگ بخوایم بریم، نه ببرونند ما را. اون قسم اول خیلی سخته، خطرناکم هم. این که بزرگان از مرگ میترسند برای خاطر همینه که دم مرگ یه وقت اونا را ببرند، خیلی بده، خطرناکم هم.
خطرش هم اینه یه دفعه علی اعوذ بالله استاد بزرگوار ما حضرت امام بفرمودن که نمیخواد بره، با اذن امیرالمومنین با قبض روح ملک مقرب خدا میره با دشمنی از امیرالمومنین ملک مقرب خدا. یه وقت این جاها برسه که بخوان بکشونندش، بخوان ببرندش، حالا دم مرگ که خیلی براش سخته، که در روایات داریم مثلی که رگها رو از بدن بیرون بکشن، اما به خطرش اینه که بعض اوقات دیگه با دشمنی امیرالمومنین از دنیا میره. باید کار بکنیم یه مقدار، یه قدم بریم بالاتر. من تقاضا دارم این چند روزه خدا را قسم بدید به اون مقام پروانوار حسین که مرگ را برا ما آسان کنه. مرگ آسان کردن همین معناشه، بخوایم بریم، یعنی دم مرگ بخوایم بریم. خدا را قسم بدید به حق امام حسین، دم مرگ بنمایونن مقام هایی برای شما که بخواید برید. راسی چهارده معصوم رو ببینید، اومدن میخوان شما را ببرن، شما هم با کمال میل گلی بو کنید از این دنیا برید. اما معلومه به مقام تسلیم و رضا رسیدن ما نمیشه، مخصوصا این زمانها و این قضاهای شبهناک و این فساد اخلاقی. و بخوایم به مقام رضا تسلیم اون مشکله، اما تا این اندازه دیگه باید باشه که ما دم مرگ برامون آسان باشه. که لباس نوعی آوردن، میگن بکن این لباس رو بپوش، این راسی ببینیم که آسونه انتقال از این نشأه به اون نشأه. و این را باید بدونیم، یکی از امتیازهای حسین علیه السلام همینه که از مقام رضا و تسلیم خیلی بالاتر. اسمش میذارن مرگ عاشقانه. اولش مرگ عامیانه است، این رو اگه داشته باشیم خیلی خطر داره. آخرش مرگ عاشقانه است. نه، این رو باید افتخار بکنیم حسینمون داشته. وسطش مرگ رضا و تسلیم، اونم نمیتونیم پیدا بکنیم، مشکله. اما این وسط، این دومی، نه اولی نه آخری نه چهارمی، این دومی، مرگ عالمانه، مرگ حکیمانه، بتونیم وقت مرگ سرفراز در مقابل امیرالمؤمنین و با امیرالمؤمنین بریم بهش ان شاء الله. دو سه کلمه مصیبت رضا و تسلیم اهل بیت. هلال ابن نافع میگه رفتم گودال قتلگاه، دیدم مثل دامادی که حجله رفته است یه برافروختگی خاصی داره، یه اون نمیتونسته درک بکنه نورانیت و عشق امام حسین رو تا این اندازه میتونسته درک بکنه. یه دیدم لبهاشم به هم میخوره، اما صدا جوهر نداره، در اثر تشنگی، در اثر داغ‌ها که روی دل مبارکش آمده، خون داره مثل فواره از بدن میریزه، دیگه نفس‌های آخر و صدا جوهر نداره. میگه رفتم جلو، سر گذاشتم به دهن ابی عبدالله علیه السلام،
دیدم این جمله رو میگه: الهی رزن برزا صبرن علا بلاک لا معبود سواک رز الله رزانا اهل البک. خدایا تو میدونی ما اهل بیت اون چه تو بخواییم میخوایی و الان راضیم به رضای تو، صابریم بر بلای تو. بگه در این حال لشکر هجوم آورد، اون کسانی که شمشیر داشتن با شمشیر میزدن، اون کسانی که نیزه داشتن با نیزه میزدن. اما یه نانجیب ها هم سنگ بر بدن مبارک حسین میزدن. قبل از اون که سر رو ببرن بدن پاره پاره بود. زینب مظلومه اومد گودال قتلگاه، همین رو میگفت که برادرم من شام رفتنی شدم، تو کربلا موندنی شدی. برادرم میدونم همه را، تسلیمم، راضیم. به امام سجاد میگفت که عزیزم همه این قضایا را تو میدونی، من میدونم، راضیم، تسلیم. بعد زینب میگفت که عزیزم میخوام صورتتو ببوسم، سر در بدن نداری. میخوام دستتو ببوسم، دست در بدن نداری. قربان این بدن پاره پارهت که جای یک بوسه زینب را ندارم. یعنی اما زینب مظلومه بازم اکتفا نکرد. یه دفعه دیدم که لباشو گذاشت به حلقوم بریده برادر و حلقوم بریده برادر را بوسید. اسألك اللهم بن ادعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بحق الحسين و اخته زینب یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک